دوستان عزیز، مهمانان گرامی، رفقای ایدی، از طرف خودم به عنوان یکی از دوستا و رفقای خیلی قدیمی ایدی، از طرف سوسن عزیز، از طرف سیاوش و مارال به تک تکتون خوش آمد میگن و تشکر میکنم از حضور گرمتون اینجا در این هوای نامناسب. ایدی نعمتی برای من و خیلی از ماها رفیق خوبی بود، برای سوسن همسر مهربان، برای مارال و سیاوش شاید پدر نمونه، ولی برای خیلی از ماها در سراسر جهان، انسانهای آزادی خواه، برابری طلب، ایدی نعمتی آرزوش و دغدغش خوشی، شادی، رهایی، آسایش، رفاه، شادی و آزادی هم نوعان خودش بود و به خاطر همین است که این جمع زیاد را در اینجا با تفکرات مختلف میبینیم، چون آرمانهای مشترکی داشتیم و داریم. ایده نعمتی را من در هندوستان نزدیک 30 سال پیش برای اولین دفعه وقتی از زندان ایمیگریشن و به اصطلاح مرکزی هندوستان آزاد شده بودیم، روز بعدش 3 از دوستان اومدن سراغ من. اتحادیه آوارگان ایرانی، اتحادیه آوارگان ایرانی در هندوستان که برای رفقای اقلیت اونجا چیز داشتن، عزیز اومد، رفیقمون بهرام از اتحادیه کمونیست‌ها اومد و ایدی نعمتی از راه کارگر. این 3 اومدن سراغ ما چون کیس ما رو میدونستن و مشکلات ما رو میدونستن و از اون روز تا الان که آخرین ودا را با ایدی داریم، این دوستی مشترک ما روز به روز عمیق‌تر شد و علی‌رغم همه اختلافات یک مورد ما با هم تنش نداشتیم. بود زمانهایی که من باهاش نامهربون بودم، ولی ایدی همیشه مهربان، متین، ریلکس، منطقی و خیلی وقتا اختلافاتش و نقطه نظراتش به صورت سوال با من مشورت میکرد. ایدی یاری بود، رفیقی بود که خیلی از ما حالا دوریش رو احساس خواهیم کرد. وقتی من رسیدم کانادا، من و عباس یکی از رفقا رفتیم نیوفاندلند. من 2 هفته بیشتر نموندم، عباس 2 ماه موند. یادش بخیر الهام، همسر سابقه ایدی، که اونم متاسفانه با مبارزه با سرطان جونش از دست داد، برای من بلیط گرفت اومدم اینجا و 2 هفته خونه خودشون بودم تا مستقر شدم. ایدی رو همه ما از دست دادیم، ولی قول میدیم، من از طرف خیلی از رفقایی که اینجا هستن قول میدم که راه و یادش رو ادامه بدیم. متاسفانه نموند ایدی. تو 1-2 سال گذشته ما رفقای خیلی خوبی رو از دست دادیم، رحمان رو از دست دادیم، امیر حسنپور رو از دست دادیم. متاسفانه نموندن این دوستا تا سرنگونی کامل رژیم رو ببینن. من قول میدم و با خیلی از شما همه متعهد میشیم که راه و یادش رو گرامی بدیم. خیلی ممنون.